در این مورد و همچنان در رابطه با نشست ترکیه صحبت میکنیم با آقای آسف ننگ والی پیشین فراک در استودیو با ما هستن آقای ننگ سلام با شما با برنامه ما خوش آمدیم سلامت باشیم ممنونتان همچون <تصفح> شورای علی مصالحی ملی میگه که زلمی خلزاد به حکومت گفته که طالبان بر شرکت در نشست استانبول مشکل ندارن در اصول پس از دید شما مشکل طالبان در کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم طالبان اصلا از هر چیز به منفعت خود از این بازی ها استفاده میکنه چی جنگ باشه چی مذاکرات باشه و چی هم میادین جهانی مثل مذاکراتی که فعلا کنفرانسی که در ترکیه میشه یعنی میکنم. شما میگین طالبان به نو نشست ترکیه را یاستان بولا گرفتن به خاطر ازی که پیش از خواست هایشان برآورده شود بخی دقیقا بله حالا سوال اینجاست که امریکا تمکین خواهد کرد که نام رهبرانشان را از لست سیا بیرون بکنه سازمان ملل و در کنار ازی حکومت افغانستان بپذیره رهایی هزار زندانیشان را تنها هفت هزارشان نیست که کل زندانیای می خود میخوان که آزاد شوه ولې رهبرېشن کېاسي په اساس فیصلې کې د سال 2020 به سال راغله ګټه شو د خاطر هم شورا امنیت هم رهبری قدمه باله شان است کې البته یا انزلیست شان افشانه کده ما فکر میکرم د حدود بشتر از 300 نفر است کې یا د قدمه رهبری طالباست کې یا قومنداناس یا رئیسه کمیسیونای شان است یا, یا بسط موین و وزیر وېنمی قدمه هاست و بعضی افراد شانه البته از کټګوریا ایست کډشوري عربی او با حل قایده او داعش تجربه کار درې ای دمو لیست است ما فکر میکرم هم په پیمانه کې بین طالب او امریکا بسته شود ای قرار بود کې سال گذشته د 6 سمبلا ی نمیکولګی از لیست سیا برایه ولی مطابق به مو عمل نشود دیگه اما رهایی ازیا بدون ضمانت که طالبا به صلح منقاد شون یا به بیان ما فکر میکنیم این اشتباه بالای اشتباه است که اشتباه بسیار تکرار شده اما دیار چه زمانت میتونه وجود داشته باشه در حالی که آقای خلیزاد بارها این مسئله رو گفتن وقتی توافقنامه دو هب رسید که طالبان تعهد کردن که خشونت ها را افزایش نمیتند در شهرهای بزرگ خشونت ها را بیشتر نمیسازن و حملات صورت نخواهد گرفت اما دیده شد که برعکس این مسئله در افغانستان اتفاق افتاده و تاکنون ادامه داره ما فکر میکرم بیاک به مهری بسیار شدید جامعه جهانی را ما احساس میکنیم ب خصوص امریکا را شما ببینین امریکا میفهمه که شورا کو ویته د کو ویته وجود داره امریکا او جهان میفهمه که د پېښور شورا های وجود داره بهی میفهمن که اوجا شفاخانه هاس او مداوی شانس تامین لشانس امیر پول مواد مخدره ک طالب بد اسمی را ایره د کجا مصرف میکنه خو یی خو نه دکان داره نه کاروبار داره نه تجارت داره یی پول ها کلش وی پول عادی نیس پول از کل کمک های جهانی که در 20 سال انجام شده به مراتب از او کده بالاتر است که به پاکستان میره به ایران میره از او خاطر اگر بخواهی که فشار بیاره یعنی عناصر فشار زیاد است اما نمیاره مثلا ایچ فشار نظامی را یک طرفه بگذارین شما ببینین فشارهای اقتصادی را قطع روابط دیپلماتیکا یا محدود ساختن روابط دیپلماتیکا یا مسائل بانکی را و اقتصادی را و غیره و غیره یعنی مسائل زیاد است که فشار میتن آورده پاکستان هم بسیار مجبوریت های زیاد داره به نهایت زیاد داره اما اگر امریکا با هم اجماع را که ایجاد کرده میتنه که فشار های متعدد وارد کنه اما این فشار وارد نمیکنه پاکستان از دست نمیده پاکستان با خرابی هایش با بازی هایش میخواه که جاندارم منطقه باشه یعنی مثل گذاشته پاکستان چندین مرتبه از افغانستان کده بیشتر برشان اهمیت داره؟ به حد زیاد اهمیت داره از پاکستان کده اهمیت هیچ کشور نداره در دنیا برای قدرت های غربی، برای استعمار، برای بازی های بزرگ، برای بریتانیا و برای امریکا اما حالا که مسئله جنگ افغانستان آمریکا امریکا میخواه پایان بده و میخواه نیرهایش از اینجا بیرون بسازه که یک مسئله حیثیتی برای امریکا گفته میشه که هست فکر میکنین که آیا امریکا تا حد در این زمینه تجدید نظر خواهد کرد که به نو پاکستان متقاعد بسازه؟ بله تلاش کده رئیس تلاش های بسیار نرم است بسیار به تاثیر از خونسا و مثلا سر طالب کدام ابزار فشار مستقیم وجود نداره امریکا که ما بارها تکرار کردیم که با مو 6000 نیرو وقتی که کل قوه قاهره و قوه نظامی جمع وجود بود طالب به از ما هدف و ارمانهایش به نزد حالا خو که بیخی قوا ختم شده و با انتخاب صفر رفته امریکا از او خاطر سر طالب ابزار نیست که فشار سرش وارد کده مگر اینکه تزرع کنه از او خاطر است که شما پیشتر شرم کردین که امو مذاکرات یا کنفرانس ها را یا به گروگان گرفته از او میکنن و از او استفاده و منفعت میگیرن امریکا یک کاری که قدم میتونه که به اجماع منطقوی را به اخلاص سر کار کنه و دوم حمایت بسیار جدی و قاطع را همی متحدین جهانی که در افغانستان بودن چل, چل شش کشور از نظام افغانستان ابزار کنن یعنی دیگه انتخاب نداره یا ایست که طالب انتخاب کنه یا ایست که نظام انتخاب کنه در بین دو انتخاب جهان یکی را باید کنه در وسطش چیزی دیگه وجود نداره یعنی طالب آ... باید انتخاب شود یا نظام و در صورتی که طالب بیاین به قدرت و خاص طالبان مد نظر گرفته شود این نظام حفظ شده نمیتونه میتونه ما میتونیم یعنی بسیار گنجایش ها زیاد است پتانسیل ها زیاد است ما اگر بسیار مخالف یزی هستم که حس ناامیدی و شکست زیاد نشر میشه بخصوص در رسانه ها و مسائلی که فیسبوک است و این ترس است یعنی یک واهمه وجود داره و بسیار برای از جانب طالب و شبکه های تبلیغاتی و پروپاگندی که در عقب طالب جبهه طالب واقع سک و هم انجام میده و هم امو فضای بیرونی مطبوعات غربی که و همیشه شکنندگی را بسیار تشویق میکنه و هم فضا را جور کده واقعات های زمینی افغانستان شاید بسیار مختلف باشه مثلا ملت تک شکست داده نمیتونه ما بدون ازی که بحث نظام کنیم ی ملت به بسیار و و و با اصلاح مو پیشرفت و ترقی و به یک مرحله رسیده برشت که از او پایین شده نمیتونه کجا را شما شکست میتین یعنی مثلا دوازده میلیون انسانی که به معرف میره یا خو فکر طالبی نداره یا دو میلیون انسانی که در تحصیلات عالی است یا هفت میلیون انسانی که در تجارت است یا ده میلیون انسانی که زنا و خانمها و خانواده های شهری هستند شهرهای بزرگ یا خو طالب نیستن نه تفکر طالبی را داره طالب خو یک اقلیت کوچک است منحل میشه و گم میشه ای حوادث و نظام هم یعنی طالب از شما مطمئن باشین پنج ماه طالب داره پنج ماه بعد طالب ختم میشه انگیزه جنگش هم مشروعیت جنگش و انمی تبهکاری هایی را که انجام میته جورنالیست میکشه افراد بگنا را قلم به روحانیونه، ملاره یعنی هیچ کسی که دی جامعه طالب را هدف قرار داده اما بهترین ها را هدف قرار داده از او خاطر یا خو برشن نه جامعه امید داره نه ارزوی آمده نشانه میکنه ها یک قوه خشم است چشم خون است یک بربادی است از او خاطر همه که برنجات از بلا و ویلا میخوای که نجات پیدا کنه اما وقتی اگر نیروهای خارجی تا آن زمان از افغانستان بیرون میشه و این خشونت ها همه افزایش پیدا میکنه که بر نو مردم را مجبور میسازه که بگن در بدل هر چیز ما مقصد صلح میخواییم حتی مردم مجبور میشن که از بسیاری از خواست هایشان بگذارن فکر میکنین تا آن زمان آیا طالبان دنبال ازی خان بود که از رای زور بیان به افغانستان قدرت خود را بیشتر بسازن و حکومت را بگیرن طالب انتخابش جنگ است. طالب انتخاب ش سیترستک از لحاظ نظامی میخی که فتح کنه به صلاح اما نمیتنه نه محاسبام داره طالب که بعد از گرفتنه یک شهر او یک ولایت برمو افراد جامعه از نمو اجتماعی که وجود داره چی داده میدنه برشان ازو خاطر ناجواب ديستان و یی انتخاب نمیتاننن کده بس په صورت جبر یا به یک دیکتاتوری یا قوه قهریه در جای حاکم شد فکر میکنین که به این, این مسئله فکر بکنن که پاسخگو باشن به های مردم و یا به آنچه که مردم میخوان یعنی ب... ابزار متعددی وجود داره ما گفتم اول خوب رسمیتی شناخته نمیشه دوم جواب دهی نداره سوم نگاه کردن نمیتونن چهارم آ... یا گپ اول امی که طالب آ... ما فکر نمیکنم که او قدر قدرت داشته باشه که مراکز ولسوالی ها و ولایات بگیره جنگ ای دو مرحلهش نوسان داره یکی مرحله که فعلا است تا یک یک نیم ماه تا دو ماه یعنی ای بیشتر از این میشه پیش دونا. از کنفرانس یک مرحله است که میخوای کمایی کنه و یک ماه رمضان یعنی شدیدترین جنگ ها و یا آنچه که امتیازگیری هست همین مرحله است همین مرحله است که آل رمضان هم یک چی است که طالبایی که از اون طرف میان به و کسایی که شرکت به جنت میرن ای بسیار در رمضان زیاد میشه من خودم چون طالب مدرسه هستم به چیزا میفهم این مسئله دوم یک فشار دیگه ما شاید سه ماه تا چهار ماه یک بعد از مرحله مذاکرات داشته باشیم اگر گیریم کنفرانس در ترکیه ناکام شد و اگر دیدیم مذاکرات بین الافغانی با بنبست رسید و آغاز نشد بعد از او یک مرحله چهار تا چه پنج ماه یک جنگ شاید تمرکز باشه بعد از دیگه مشروعیت طالب ختم میشه چرا که طالب ده هیچ جایی که در ساحاتی میکنین بعد از اون طالب شکست میخوره؟ مکمل امیال در ساحاتی که طالب وجود داره طالب فقط یک پدیده جنگ است یک بلای سیاهی است که میگرده اخازی میکنه فشار وارد میکنه دیگه چیزی نداره نان... نه مسجد جور میکنه نه مدرسه جور میکنه نه خدمات اجتماعی آقای ننگ مردم حالا دیگر صبر تحمل ندارن که هر روز شاید از عزیز از دادن عزیزانشان باشن هر روز گزارشات از تلفات آمار بلند از تلفات به خاطر که همین تلفات بیشتر نشه یا همین مسیر روند صلح آنچه که شما تشریح کردین طولانی نباشه چه بچه ما به نظر ما فشار که بیشتر ما اشاره کردم تکرار نمی کنم بخصوص سر پاکستان از ابزار متعدده میتونه که فشار وارد شود اما چگونه میشه حکومت متقاعد بسازه امریکا را یا امریکا متقاعد ساخته شود اگر برای ازوا برای امریکا و برای جهان صلح افغانستان با ارزش است دوام جنگ بر توان است یعنی این انتخاب است که ما را به سال 1990 -19 باز یک بار میبره امریکا و جهان میره درک میکنه و قیمتش هم داده و قیمتش بیشتر از این میته اقتصاد پس کرونا یک حالت است که جهان بمبس را از لحاظ نظامی نمیتونه حل کده رقابت ها را حتی ترک میکنه امریکا رقابت هایی که در دا افریقا داشت مکمل او را سفید ساخته یا در دیگه کشورها یا دیگه قاره ها حتی در امریکای لاتین از او عقب آمده به خاطر که مصارفات خود کم کنه شما ببینید امریکا از خلیج میره از افغانستان میره مصارفاتی که تا 80 میلیارد دلار در سال بود حالا را بسه تا 4 میلیارد دلار پایین خب دلید دلید. که جهان هم پروسه صلح را انتخاب میکنه خشونت طالب یک انتخاب است طالب میفهمه که بعد از او جنگجویانشان بر دوام جنگ استدلال کرده نمیتونه و یا هم بر مشروعیت جنگ بر دوام جنگ طالب دیگه استدلال کرده نمیتونه انگیزه خلق کرده نمیتونه از او خاطر ناچار است که انمی چهار ما را به اصطلاح بر تصرف و فتح خود کار بگیره که انشالله دو پیشرفت نمیتونه بعد از او ناچار است که با یک, با یک حالت بسیار بده ببروسة سلحة طالب ملحق شواء بسرط شكراً أس حضورتنا بخير باشي